د څوارلس سوه درې کال عمومي کانکور پنځم نمره. د هرات ولایت څخه په آر څلیرش صفر 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 پنځه سوه نه اتیا آی ډي درلودلو سره د خصوصي هیواد ښوونځي څخه فارغ صفي الله مهاجر ولدې حاجي محمد یوسف ولدیتې حاجي محمد عمر د درې سوه پنځه پنځوس اشاریه دوه نوي نمرو په ترلاسه کولو سره د هرات پوهنتون کمپیوټر ساینس پوهنځي نرم افزار ډیپارټمنټ ته معرفي شوی. د څوارلس سوه درې کال عمومي کانکور څلورم نمره. د لغمان ولایت څخه د آر یولس صفر صفر اتلس نه څلوېښت آی ډي په درلودلو سره د خصوصي اخلاص خاني ښوونځي څخه فارغ ارشاد احمد ولدې محمد نعمان اعظمي ولدیتې محمد حسن اعظمي د درې سوه اووه پنځوس اشاریه پنځلس نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل طبي علومو پوهنتون د عمومي طب پوهنځي ډیپارټمنټ ته معرفي شوی. دریم نمره ولایت فراه آی ډي نمبر آر پنځه صفر 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 درې سوه شپېته د خصوصي اقرا علم د ښوونځي څخه فارغ شفیع الله نظامی د احمد جاوید زوی د علاءالدین نمسی او درې سوه اووه پنځوس اشاریه پنځه نمرو په لاسته کولو سره ډیپارټمنټ عمومي پوهنځی طبي معالجوي پوهنتون هرات دې ته معرفي شوی دی. د څوارلس سوه درې کال عمومي کانکور دویم نمره ولایت بلخ د آی ډي نمبر آر نونس صفر صفر نونس اته نوي د خصوصي مهر پوهنځي نه فارغ سید حامد هاشمی د سید محمد آغاز وی د سید حکیم شاه نمسی درې سوه اووه پنځوس اشاریه یو نمرو په لاسته راوړو سره ډیپارټمنټ عمومي پوهنځی طبي پوهنتون علوم طبي کابل ابو علی بن سینا ته معرفي شوی دی. عمومي د دې څوارلس سوه درې کال عمومي کانکور عمومي اول نمره ولایت کابل آی ډي نمبر آر صفر لس شل پنځه سوه نه شپېته د حبیبی علی لیسې د ښوونځي نه فارغ اتل خان رحیم زوی د محمد عظیم زوی او د محمد رحیم نمسی درې سوه نه پنځوس اشاریه یو شپېتو نمرو په لاسته راوړلو سره ډیپارټمنټ د عمومي پوهنځی طبي پوهنتون علوم طبي کابل ابو علی بن سینا پوهنتون ته معرفي شوی دی. کم ځوانان چې کامیاب شوي دي دوی ته او د دوی والدینو ته موږ مبارکي وایو. هیئت رهبری اداره ملی محترم امتحانات، ژورنالیستان عزیز و همه حاضرین در تالار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نخست جا دارد که از هیئت رهبری اداره ملی امتحانات جناب محترم شیخ صاحب و مسئولین مرکز رسانه ها به مناسبت تدویر این محفل پرشکوهی که با مناسبت اعلان نتایج کانکور 1446 هجری قمری و 1403 هجری شمسی تدویر یافته است از همه تشکری نمایم. حاضرین محترم، برای شما واضح است که تربیت و پرورش استعدادهای نهفته انسانها به ذریعه امتحان صورت می گیرد.
تا استعدادهای درونی و پنهان او ظهور نموده، از مرحله استعداد و قوا به مرحله فعالیت برسد. وسیله ای که می تواند این شایستگی ها را ظاهر سازد همان امتحان و آزمایش است. مرحله امتحان مثل کار باغبانی است که انجام می دهد. وقتی که باغبان دانه مستعدی را در سرزمین می کارد، این دانه با استفاده از مواهب طبیعی شروع به رشد نموده و با انبوهی از مشکلات روبرو می گردد و با طوفان‌های سخت و سرمای کشنده و گرمای سوزان آنقدر پیکار و مبارزه می کند تا سرانجام شاخه گلی را یا میوه شیرینی را که به صورت زمینه در دل آن دانه وجود داشت ظاهر می سازد. و اگر این دانه در کوران این حوادث قرار نمی گرفت، هرگز چنین کمالی را از خود نشان نمی داد و قوا و توان آن به فعالیت نمی رسید. جداسازی استعدادها به ذریعه همین امتحان صورت می گیرد. امسال الحمدلله جای نهایت خوشحالی است که یک بار دیگر طلاب عزیز و محصلینی که در جریان سال درس خواندن، تکلیف و زحمت کشیدن، با کانکور 1403 اشتراک ورزیدن، امروز نتایج آنها انشاءالله اعلان می شود. عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. در عربی مقول است که در وقت امتحان یا انسان مکرم می شود و یا مهان، و یعنی باعث خستگی و اهانت می شود. در صورتی که انسان در امتحان نتایج خوب به دست بیارد و موفق و کامیاب شود، در آن صورت طبعا خوشحال می شود. و کسایی که صحیح درس نخوانده باشند، وقت خود را بیهوده تیر کرده باشند و به امورات لایعنی وقت گرانبهای خود را صرف نبوده باشد، خدا نخواسته در وقت امتحان باز نتایج خوب به دست نمیارد و به عبارت دیگر ناکام می شود در امتحان. امروز برای آن ده عزیزانی که در جریان سال خوب درس خواندند، همه تکلیف ها و زحمت ها را متحمل شدند، بی خوابی کشیدند، انشاءالله امروز نمرات عالی را به دست میارند، باعث خوشحالی و باعث تکریم آنها می شود. و آن ده جوانانی که خدا نخواسته اگر صحیح درس نخوانده باشند، امروز نتایج خوب به دست گرفته نمی توانند و باعث ناکامی آنها می شود. و امروز باز هم از مابین شاگردایی که کامیاب شدند، یکی ده جوانانی که برتر کنکور امسال هستند، خامخا نامهای آنها هم مشخص خواهد شد. ما پیش از پیش برای همه محصلینی که، برای همه طلابی که در کنکور امسال موفق شدند، کامیاب شدند، بر خود آنها، بر فامیلشان، بر همه ملت افغانستان و با استادای گرامی و با کسایی که در اثنای امتحان زحمت کشیدند، از صمیم قلب تبریک و موفقیت برای آنها آرزو دارم. و کسایی که ناکام هم شدند باید مایوس نشوند، با جریان سال کوشش کنند، دیگه درس بخوانند،
از امسال کمی و چون که درس نخوانده بودند باعث ناکامی از اونها شد تا سال دیگر خوب تیاری بکنند. خدا خواسته بود در کنکور سال آینده باز دوباره باید موفق شوند. از طرف امارات اسلامی افغانستان الحمدلله از مرحله ابتدایی و متوسطه و ثانوی و مرحله تحصیلات عالی و تعلیمات تکنیکی و مسلکی در همه مراحل الحمدلله استادا، جای درس، کتب درسی همه برای طلاب، برای متعلمین و برای محصلین عزیز مهیا شده است. باید اونها اوقات خود را ضایع نکنند. مثلا در بخش زنها و توانمندسازی زنها، ای که هم فروشنده ها زن هستند، همین که محصولات از دستسازه های زنها هست، این خیلی میتونه هم روحیه بخش باشه، همین که یک انگیزه برای زنهای دیگه ای که بیکار هستند و یا انگیزه برای کار ندارن در شرایط کنونی، خیلی میتونه روحیه بخش خوب باشه. چقدر خوب شد که قصر دالمان بعد از سالها بروی مردم باز شد. طبعا مخصوصا سالهایی که اینجا از جمله تخریبه های بازمانده های جنگ بود، خیلی این یک نمای زشتی داشت. بعد از اینکه ساخته شد و فعلا روی ای که عموم بازدید کنندگان میتونن از اینجا دیدن کنن، خیلی هم خوب هست و یکی از آثار تاریخی ما محسوب میشه. ای که آزادانه هر کس میتونه بیایه ببینه، خیلی خوشایند است، حس خوبیه. چی مصروفیت دارین؟ بیکار هستین؟ تقریبا میشه گفت در آستانه بیکاری هستم. بله، معلم بودم قبلا. بله، و انشالله روزی شاهد باشیم که مکتب دخترام باز شه و انشالله که خواهرای ما برن طرف مکتب دیگه. یکی از آرزوها طبعا همی است که در کنار این که ما بتونیم دستسازه داشته باشیم، چیزهای هنری خودمان رو نشان بدیم، طبعا کنارش علم و هنر یاد گرفتن کنار هم زیباتر هست. طبعا که یکی از آرزوهای همه ما چه مرد چه زن همی است که انشالله یک روزی مکاتب دخترانه برای دخترای مکاتب سرزمین ما باز شه و همه بتونن به صورت مساوی و یکسان علم را فرا بگیرن. در کنار یک مرد چقدر ضروری است که یک خانم کار کنه؟ و طبعا خیلی ضروری است، میتونه در اقتصاد خانه هم کمک کنه و همین که زنهایی هستن که سرپرست ندارن، ولی ندارن، خودشان نانآور خانه هستن و یا طفلشان هست، مردهایشان قبلا در جنگ ها شهید شده یا یک عضو خود را از دست داده، خیلی خیلی خوب است که زنها میتونن این کارها را انجام بدن، روی پای خودشان بیستن و حتی کسایی که صحتمند هستن سرپرست هم دارن در اقتصاد خانواده، در این که یک زن میتونه روی پای خودش بیسته. زندگی از زمانه هست، هیچ چیزی ماندگار نیست. یک زن بتونه در آینده حداقل خودش یک چیزی داشته باشه که بتونه روی پای خودش بیسته، چه در تنهایی چه در اینکه کنار یک مرد باشه. مجلس تنها آمده همراه فامیل آمده؟ همراه فامیل هستم. عکس گرفتین یا نه؟ گرفتیم طبعا. عدنان وطن دارای ما میان عکس هم میگیرن، یکی از جای تاریخی است. بله بله، یکی از زیباترین منظره هست. یه عکس نگرفتن از اینجا و رفتن، خودش نصف عمر بر فنا دادن است. تغییرات آمده؟ طبعا خیلی زیاد. در محوطش هم تغییرات آمده ماشاءالله. یک وقت اینجا سابق دیگه به یک مخروبه بود، حالا خیلی تغییرات آمده. بله خیلی تغییرات آمده و خیلی هم قشنگ، از جمله زیبایی های کابل محسوب میشه. باز رو برای ما پارلمان افغانستان بود. یک صحنه زیباست. بله. آرزو چی از میرزای صاحب؟ یکی از آرزوهای من تنها نه بلکه از همه هموطنان ما، اولش همی است که مکاتب، دروازه های مکاتب برای همه خواهرای ما باز شه و همچنین دانشگاه ها که انشالله همگی به صورت یکسان بتونن علم فرا بگیرن. فعلا بزرگترین آرزو همی است و در کنارش امنیت سرتاسری. خیر باشین. سلامت باشین. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صدام خوب باشین؟ زنده باشین. خوب هستین؟ تشکر. میشه خدا معرفی میکردین نامتون چی هست؟ اینجا چی میکردین؟ ما سعدی هستم. امروز آمدیم به مناسبت که نمایشگاه ایجاد شده اینجا از بانوان ما، بانوان افغانستان. سعدی جان چه که سایل زدی و چقدر خوشحال هستی که این رقم نمایشگاه در شرایط کنونی برای خواهرای ما برگزار میشه. از نظر شخصی خودم نمایشگاه این گونه بسیار خوب است، به خاطر تجارت های خرد و بزرگ خواهران ما که هست اینجا، هم برای خودشان بهتر است و هم دیگه ما هم کار دستی هایشان که است و تجارت در باره هر چیزی که دارن ما آمدیم که ببینیم. خب از چی ها
بازدید کردین شما؟ فعلا خود او قسمت تمامش نقاشی های دست و دیگه چیزایی که از دست ساخته شده فعلا دیدیم و می خواهیم که ببینیم دیگه قسمتاش چی داره. قصر دالمان بند بود و این قصر هم یکی از قصرهای تاریخی افغانستان است و فعلا باز شده. چقدر خوب شد؟ دقیقا ای خوب بسیار یک کار خوب است که باز شده و تمام مردم میتونه که از آثار تاریخی خود قصر دالمان که بیاید دیدن کنه. سابق یک جای ویرانه بود اما فعلا بسیار خوب است. هم یک جای بسیار لکس است و نماد تاریخی سایل چکر و عالم که نمایشگاهی که جای ایجاد میشه هنوز بهتر و مقبول تر است. ما امروی هم شیریم آمدیم و منتظر مادر جانم شان هستم. کنم مصروفیت هم دارین یا بیکار است؟ نه فعلا خوب مسئله بودم خلاص کردیم آمدیم به کشور خود. از روسیه. بعد چقدر بود؟ بعد از 4 سال بود. پرار سال من پنتونه خلاص کردم، یک سالم بودم تا شرایط بهتر شوه. فعلا کوشش دارم که وظیفه بر خود پیدا کنم و با شما میجم. روسیه خوب سیادم دارم. بله. خب یک چند سوال میکنم با روسی جواب بدین، درست است؟ درست است. امروز آمدید این نمایشگاه، خواهرای من حضور داشتن یا نه؟ Да, конечно, я все посмотрю, все девочки, женщины из здесь есть, они свой бизнес занимаются. Ага. Что ты хотела сказать? Я безумно рада, потому что я свой родной город, своей родной страны, поэтому я самый счастливый человек, который здесь я живу. Я приехала только на отдых и посмотрю, если у меня получается работать здесь, ну, конечно, буду здесь жить, а если нет, придумаю. Арзуй, чего дарим? Арзуй, в Руси бугаем. У меня желания очень много, но посмотрим, что получается. Я желаю, здесь будет сам спокойно для женщин, для девочек, которые не могут учиться, не могут работать. Поэтому я желаю, здесь будет спокойно и открыто для их. То самое главное, которое способа для женщины. Я тоже закончилась, я приехала, у меня надеяться есть, то здесь буду работать и жить спокойно вместо родителей. Хостом ази буд ке тамоме ханма ва ке ами духтара ра бигзаран ке дарс бахонан ва иджад шарайит кори ра баршан мусаид канан ке кар канан. Ходмам амадим да силм халашта михаим ами джа кар канам, ами джа башам низдик ханаводим ва як вазифе хубтар. Бахайр башам. Ташаккара шамам.